بسم الله الرحمن الرحیم فرمانده اشاق دلاگاه حسین است بیرا مرو رو ساده ترین راه حسین است از مردم گمراه جهان راه مجوید نزدیک ترین راه به الله حسین است اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با عرض سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب و صمیمی برنامه مصباح الهدا این برنامه به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم نگاه های شما عزیزان می گردد. هر شب حدود ساعت 8 الی 9 و تکرار این برنامه هم فردا بعد از اذان ظهر به افق کابل تقدیم نگاه های شما عزیزان خواهد شد مکرر ارز کردیم با برنامه همراه باشید از طریق شماره واتساپی مثبت 964 780 255 40 13 تسلیت ارز میکنم ایام ازاداری ماه محرم را خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان نوه پیامبر سالار شهیدان حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام عزیزان بیننده استفاده میکنیم از حضور و بیانات ارزشمند کارشناس محترم جناب استاد هاشمی اورزگانی با موضوع صفات مؤمنین در قرآن یا نشانه های ایمان در قرآن خواهش میکنم با ما همراه باشید عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد انشاءالله که در پناه خدا باشید از های شما انشاءالله قبول باشد تا که گفتگو میکنیم درباره نشانه های ایمان در قرآن خواهش میکنم با بینندگان سلام علیک و آغاز سخن داشته باشید السلام عليكم علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على رسول الله الامین الذي بعث رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وعلى اهل بيته. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم الدين السلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی و همراهان ارجمند همراه این برنامه هستيد. لحظات شما روشن بنور ايمان ایمان اهل بيت و قرآن علیه ما والسلام و سلام باشد و در ایام سوگواری آل رسول الله صلی الله علیه اجمعین این توفیق رو داشته باشیم که با سیره و سنتی اون خاندان گرامی و نیز قرآن کریم آشنایی بیشتر پیدا بکنیم انشاءالله انشاءالله گفتگوی ما در مورد صفات مؤمنان یا نشانهای ایمان هست جناب استاد اهمیت بحث از اونجا روشن می شود که ایمان حد و مرز دوستی خداوند رحمت خداوند و غضب خداوند است یعنی کسی که مؤمن هست در دایره رحمت خداست و کسی که مؤمن نیست و کافر می شود از این دایره بیرون هست لذا خیلی اهمیت دارد برای ما که بدانیم ایمان چیست و یا نشانه های مؤمن چیا هستند شما در برنامه های گذشته اشاره کردید به معنای ایمان که علم و آگاهی معرفت است همراه با روحیه تسلیم شدن در برابر خداوند متعال که نتیجه او می شود اقرار به قلب، تصدیق به قلب اقرار به زبان و عمل به جواره و ارکان و اما فرمودید که این ایمان نشانه هایی دارد و اوصافی در قرآن مجید درباره مؤمنین بیان شده است که در ابتدا سوره بقره با عنوان اولین سوره بعد از فاتحه الکتاب بنابر دستور پیامبر که ترتیب قرآن را اینگونه دستور داده اند خب خیلی اهمیتی ویژه دارد که این آیات ابتدایی این سوره آغازین قرآن چه چی چیزهایی را میخواد راجع به مؤمنین بیان کند که فرمودید سه دسته شدند دسته اول مؤمنان هستند یا متقین هستند که خب نشانه هایی داشتند اولین نشانه فکر میکنم الذین در مورد غیب بله. توضیح توضیح میدادین که فرصت برنامه قبلی ما تمام شد اینک در خدمت شما هستیم با ادامه توضیحات در مورد غیب بله ممنون از شکیده ای که را فرمودید آری عرض شد محضر بینندگان عزیز مخصوصا اونهایی که جدیدا به این برنامه پیوستن گفته شد که قرآن کتاب ایمان و مؤمنان است بله. افزونی بر اون تأکیداتی که حضرت عالی فرمودید نسبت به اهمیت بحث اگر بخواهیم بیشتر به اهمیت بحث توجه بکنیم باید بگوییم که تمام کتاب های آسمانی و از جمله قرآن کتاب ایمان است بله. پیامبران الهی هم از اول تا به آخر که مبعوث شدن برای آن بود که انسان را به ایمان دعوت کند و سوم که نجات و هلاکت بستگی به ایمان دارد اهل ایمان اهل نجاتن و آنهایی که ایمان نمی اهل نجات نیستند بنابراین مرز بین ناجیان و حالکان و مرز بین سعادت و هلاکت و مرز بین محبوبان و مبغوزان ایمان است ما برای اون که این بحث رو از منظر خود قرآن کریم که به عنوان کتاب ایمان مطرح است بشناسیم خوب است که سیری داشته باشیم در این کتاب الهی و نشانه ها و صفات ایمان را و اینکه یک انسان مؤمن در قرآن کریم چه سیمایی برای آن ترسیم شده است را بشناسیم گفته شد که قرآن کریم در سوره مبارکه بقره بانوان عنوان طولانی ترین سوره قرآن کریم و بعد از فاتحه کتاب مطلعی سوره های طولانی قرآن کریم که در مدینه نازل شده است ترسیم روشنتر و شفافتری را سوره های مدنی از سیمای مؤمنان دارد ما توجه داریم یکی از خصوصیات سوره های مدنی آن است که به جزئیات مطلب پرداخته است در سوره های مکی معمولا به کلیات اشاره شده است چون اون زمان اصلی باور به خداوند یعنی اصل ایمان قلبی مورد توجه بود ولی این مدینه بود که شعبه های دیگر ایمان مورد توجه قرار گرفت افزونی بر ایمان قلبی دست. رفتار ایمانی و گفتار ایمانی مورد توجه قرآن قرار گرفت بنابراین فروات در مدینه فروات کاملتر و بیشتری بیان شد و هم در مورد اصول اعتقادات توضیحات بیشتری به جنبه های دیگری پرداخته شده علاوه بر بعد باوری چون ما گفتیم که ایمان سه زیل دارد یا سر رکن دارد باور به قلب و اقرار به زبان و همین گونه رفتار و بنابراین رفتار جز ایمان است اون بخشی که در مکه مورد تأکید قرار گرفت بیشتر اون باور بود یعنی زل و پایه اول ایمان ولی در مدینه بود که به سه زل ایمان تو امان و همزمان پرداخته شد خب آیات سوره آیات اول سوره مبارکه بقره برای ما این گونه آغاز می شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب گفته شد که در این سوره شریفه انسان ها به سه دسته مؤمنان و منافقان و کافران تقسیم می شود و در خصوص اهل ایمان که اولین آیات اختصاصی به آنها دارد صفات بیان می شود اول آن است که آنها مؤمن به غیبن در این زمینه توضیح داده شد که یکی از واجه های کلیدی در قرآن کریم واژه غیب است در برابر شهود حدود 48 بار واژه غیب در قرآن کریم به کار رفته است هشت بار بیشتر از سن رسالت پیغمبر بزرگوار اسلام که در چهل سالگی به رسالت مبوس شدن چهل و هشت بار جه. این واژه در قرآن کریم به کار رفته است یک آمار <تصفح> هست که کلمه بله. چهل و هشت بار در قرآن تکرار شده نشاندهنده اهمیت او مطلب و همین طور هست. بله ما گفتیم که غیب در فرهنگ قرآنی به دو دسته تقسیم می شود یکی غیب مطلق است و یک غیب نسبی و غیب در قرآن کریم به این هر دو به کار رفته است هم غیب مطلق و هم غیب نسبی غیب مطلق آن است که هرگز به شهود انسان و به حواس انسان در نیاید چه امروز چه فردا چه دیروز چه پس فردا و هیچ زمانی انسان نتواند لاقل در این دنیا این منظور در این دنیا هست که امروز دیروز و فردای این زندگی دنیاوی انسان نمی تواند بدون دست پیدا کند و البته برخی از مصادیق غیبی مطلق آنهایی است که حتی در عالم پس از مرگ هم انسان به او دسترسی و احاطه و شو... علم شهودی نمیتواند تواند پیدا بکند مستاق بارز آن ذات پروردگار متعال است و ذات احدیت <تصفح> ولذا قرآن کریم در اینجا که میفرماید الذین یؤمنون بالغیب منظورش غیب مطلق است یعنی اونهایی که ایمان دارن به خداوند ایمان دارن به خداوند خداوند که غیب مطلق است غیب مطلق بدین معنا هست که هرگز به حواس انسان قابل درک نیست چه در دنیا باشد چه در عالم برزخ باشد و چه حتی عالم قیامت آیاتی که میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جا ربک و الملائکه تو سفن سفا که ظاهر آن نشان دهنده یا آن است که انسان در قیامت چه بسا خداوند را حس میکند و میبیند و از غیب به شهود در میآید در اونجا این بحث مفصلا مطرح می شود که منظور رحمت رب است یا امر رب است وگرنه خداوند قابل دیدن نیست و نمی شود خداوند را به عنوان غیب مطلق باور داشت اما اینکه انسان چگونه به غیب که مستلزم علم است ایمان در گذشته مطرح شد که ایمان پیشا پیش باید علم و معرفت نسبت به اون مورد ایمان یا متعلق ایمان انسان داشته باشد وگرنه به یک امر مجهول که نباید انسان ایمان داشته باشد و خداوند این گونه نیست و قرآن کریم که انسان را به یک امر مجهول مطلق به تمام معنا غیب مطلق مساوی با مجهول مطلق نیست بله. بنابراین چطور خداوند انسان را به مجهولی مطلق دعوت کند که ایمان بسیار بیاورد من اسخای میکنم با توجه به که به لحظات اذان مغرب به افق شهر سامرا نزدیک میشیم یک وقفه ای رو در برنامه ایجاد کنیم شما هم استراحت داشته بله. و انشالله بینندگان عزیز بعد از شنیدن اذان و دیدن یک کلیپ برمیگردیم با بخش ادامه برنامه در خدمت شما هستیم امام سجاد علیه السلام همواره می فرمود چگونه آب بنوشم و تعام بخورم و حالا که پسر رسول خدا را با شکم گرسنه و لب تشنشهی کرده بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد خوشحالم که همچنان بیننده برنامه مصباح الحدا هستید این نکته خدمت شما عزیزان عرض می کنم که شما می توانید برنامه ها را علاوه بر پخش زنده و مستقیم از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و همچنین سایت آپارات برنامه ها را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق نصب نرم افزار هادی تیوی که از طریق سایت گوگل پلی این دانلود و نصب را انجام بدهید و تمام برنامه ها را به طور زنده و مستقیم تماشا کنید به زبان های مختلف و شبکه هادی تیوی 6 هم مربوط به زبان فارسی دری هست گفتگو میکردیم با جناب استاد هاشمی درباره موضوع نشانه های ایمان در قرآن استاد عرض سلام مجدد خدمت شما و علیکم سلام و رحمت الله گفتگو صحبت و موضوع برنامه در مورد نشانه ها و صفات ایمان بود که فرمودید در سوره بقره اولین نشانه مؤمنین را ایمان به غیب بیان می کند و اما این غیب توضیحاتی دارد که قیب مطلق هست و غیب نسبی و فرمودید که یکی از مهمترین مصادیق قیب مطلق وجود خداوند متعال هست توضیحات بیشتر از زبان شما میشنویم بله بسم الله الرحمن الرحیم با سلام دوباره محضر شما بینندگان و عزیز و گرامی یکی از شاخصه های تفکر قرآنی و دینی آن است که عالم هستی رو به دو بخش تقسیم می کند عالم غیب و عالم شهود یا موجوداتی که از دید ما و از حواس ما پنهان هستند که به نام غیب نامیده می شود و یا اون که در حواس ما ساهرز. قابل درک است که میشود عالم شهود و بسیار جایی تعمل دارد که اگر ما این دو عالم را نسبت سنجی بکنیم که کدام یکی بیش بزرگتر است و وسیعتر عالم غیب به مراتب گستردهتر و وسیعتر است عجب. و به تعبیر خود قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا لذا ما اون چرا که منظور از این علم همین دانشی است که ما نسبت به موجودات و پیرامون خود ما داریم بسیار بسیار اندک مخصوصا اگر این علم را به حواس محدود بکنیم علمی که ما از طریق حواس به دست می آوریم اگر تنها به این بسنده بکنیم انسان بسیار بسیار شناختی اندکی از عالم خواهند داشت <تصفح> ولذا قرآن کریم و دین نگاه ما را و دید ما را نسبت به عالم توسعه می بخشد و اگر ما باور بکنیم که ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای یک انسان دینی انسان بسیار وسیع است انسان گسترده است زیرا که اندیشه ای او اندیشه ای گسترده است اندیشه او هم مربوط به غیب می شود هم مربوط به عالم شهود می شود تا اون انسانی که صرفا به عالم شهود باور دارد و به این عالم اعتبار بخشی قائل هست و عالم غیب را منکر است اون انسان انسان بسیار محدود است زیرا که اندیشه ای او محدود است و می, می توانیم اونها را انسان های قشرین گرم معرفی بکنیم انسان دینی و انسانی که به وحی و به عالم غیب باور دارد بسیار بسیار گسترده و وسیع می باشد اندیشه ای او و انسان بسیار بزرگ یک نکته را هم جناب استاد اگر اجازه بدهید در همین باره بفرمایید او کسانی که ایمان به غیب ندارند آرامش روانی هم ندارند چون هر لحظه ممکن است از جایی به اونها صدمه برسد آسیبی برسد و این محدوده فکری محدود دنیاییشان را خراب کند اما کسی که ایمان به غیب دارد فکر می کنم یک توأم با آرامشی هست و اطمینانی هست که خطری او را تهدید نمی کند و چیزی نیست که بخواهد او را بترساند و اینه بله. که از آثار و فکر می کنم نتایج بسیار خوب ایمان به غیب باشد بله شما به یکی از نشانه های ایمان اشاره کردید که یکی از نشانه های ایمان آن است که انسان مؤمن انسان دارای آرامش است گیر ما آسایش نداشته باشد و آرامش رو دارد که البته خواهیم رسید که انسان مؤمن هم آسایش دارد و هم آرامش خب بدین ترتیب قرآن کریم نخستین دریچه ای را که روبروی انسان می گشاید و روزنه بزرگی برای انسان به وسیله ایمان و به وسیله قرآن گشوده می شود دریچه به سوی غیب است و لذا می فرماید بالله من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب اون انسانی که به حواس محدود نمی شود و به یک جهان بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر از جهان شهود ایمان. باور دارد و ایمان دارد جهان غیبی که یک مستاق اون را خداوند در قرآن کریم بیان می کند در جایی به مناسبتی می فرند و جنت عرض هست سماوات و الارز بهشتی که پهنای آن آسمان و زمین را از آسمان و زمین تمام این آسمان و زمین مادی از اینها فراختر است آه. یکی از مصادیق غیب این گونه است بنابراین الذین یؤمنون بالغیب جهان بزرگ به نام جهان غیب که دو قسمت دارد جهان غیب مطلق و جهان غیب نسبی و ما به این غیب به بخش از این جهان غیب باید ایمان داشته باشیم جزی از ایمان و باور ماست ولی انسان و انسان هایی که به بخش غیب عالم باور ندارن از همین جا جدا می شود و در صف غیر مؤمنان قرار می گیرد ده. اونهایی که عالم را فقط عالم حسی می دانن و عالم شهود که با همین حواس محدود انسان قابل درک است و قابل شهود اگر کسانی به همین مقدار بسنده بکند و بگوید واقعیت ها و حقایق عالم, عالم منحصر است در به همان چی که حواس انسان درک می کند بلا فاصله مرز انسان مؤمن و غیر مؤمن از همین جا جدا می شود خب در مستاق عالم غیبی یا موجودات غیب مطلق اشاره شد که یکی از این موجودات مستاق بارز آن خداوند است اما این که چطور خداوند غیب است در حالی که خود خداوند در آیه از قرآن کریم در سوره مبارکه نور مطلب بسیار قابل تأملی را بیان می کند از اون آیاتی است که معمولا شما بینندگان عزیز هم به اون آشنایی دارید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله نور السماوات والارض خداوند از یک منظر نوری آسمانها و زمین است و نور یک امر وجودی است یک امر عدمی نیست پس امری است واقعیت دارد و وجود دارد و خاصیت نور همان است که اگر نور نباشد اشیای دیگر قابل دید نیست یعنی در واقع نمی شود اشیای دیگر در پرتب نور قابل درکن لاقل برای ما انسان ها برای ما انسان ها در صورتی می توانیم اشیا رو ببینیم که نوری نور وجود باشد داشته باشد, باشد. در تاریکی برای ما انسان ها حتی از طریق حواس هم قابل دید نیست خداوند در این آیه شریفه میفرماید که همین خدایی که غیب است همه عالم در پرتوی وجودی او برای حس شما قابل درک است که اگر خدا نباشد حتی شما به وسیله حواس همین اشیای شهودی دیگر رو هم نمیتوانید درک بکنید ولی خود خداوند را نمی شود از طریق حواس به دلایلی که در جای خود قابل در اینجا به قابل طرح نیست خداوند با عنوان مصداق اصلی غیب و ایمان به خداوند به عنوان غیب مطلق نخستین پایه و اساس ایمان است اون خدایی که نور آسمان و زمین است ما باید به او باور داشته باشیم گرچه که به حواس ما در نمی آید و علم به او که مقدمه ای ایمان هست از راه آثار و نشانه های اوست که در این عالم وجود دارد و ما میدانیم چون خدای هست و باید او را باور بکنیم این سنگ بنا در ذهن انسان و در باور انسان و در ادراک انسان اگر گذاشته شد مراتب بعدی پشت سر هم می آید اول باید سنگ بنای باور به وجود یک خداوند به عنوان غیب مطلق از یک طرف و به عنوان نور آسمان و زمین یعنی وجود دهنده آسمان ها و زمین باید باور شود و, این مصداق را و مصادق دیگری آن را اندکی خداوند در آخر همین سوره مبارکه ای که در صدد بیان آن هستیم یعنی سوره مبارکه ای بقره اول به صورت سربسته بیان می کند الکتاب به فیهدل فیه للمتقین الذین یؤمنون بالغیب در آیات 285 و 286 مصادیق از این غیب را خداوند برای ما توضیح می‌دهد که این ایمان به غیب یعنی چی می فرماید در آیه 285 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آمن الرسول به انزل الیه من ربه اولین مؤمن در برنامه قبلی هم عرض کردم اولین مؤمن در اسلام خود پیغمبر است رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم و در همین زمینه بود که عرض کردم کسانی که متاسفانه برخی از روایاتی که میگویند در زمان نزول آیات اول سوره علق در جبل و نور پیامبر مشکوک بود که آیا من پیامبر هستم یا نیستم این آیات بر من نازل شده است منشه اون کیست و من برای چی مخاطب قرار گرفته آورنده اون کی بوده است آمد به همسرشون خدیجه فرمودن که من چون این حالت رو احساس کردم و ایشون به ورقت ابن نوفل ارجاع دادن و ایشون که عالم مسیحی در مکه بود گفت که بلی شوهرت پیغمبر است و اون زمان پیامبر باور کرد که بله من به پیامبری مبعوث شدم عرض کردم که اینها نشانه است. های از اسرائیلی بودن این روایات است این نیست اولین کسی که باور داشت قبل از هر کسی که من پیامبرم خود پیغمبر بود و ایمان داشت اینکه این کتاب است که بر من نازل می شود و این وحی است آمن الرسول به ما زل الیه من ربه ایمان داشت به اون چی که بر او نازل می شود از ناحیه پروردگار اوست پس دو چیز رو دارد اول ایمان به رسالت خود به این که این کتاب از جانب خداست ایمان. پس ایمان به خدا دارد ایمان به خدا ایمان به کتاب ایمان به رسالت خود این سه زل ایمان را در نخستین بار در میان همه انسان هایی که بشود اونها را در دایره اسلام قرار داد خود پیغمبر بوده است بیش. پس ایمان به خداوند ایمان به رسالت خود و ایمان به این که این کتاب کتاب وحی است که سرمنشه الهی دارد نه اینکه از طرف شیطان یا وسواس شیطانی باشد یا یک سری خطورات ذهنی باشد یا توهم باشد خیال باشد چون جمعه. منابع زیادی ممکن است در ذهن انسان راه پیدا بکند از وساوس نفسانی باشد ممکن خطورات باشد ممکن وهم باشد ممکن است خواب باشد در حالت خواب و پیامبر این گونه هیچ یکی از این حالات در همان نخستین لحظات وحی بر ایشان نازل شد به ایشان دست داد که فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه در ادامه می که کسانی هم که بخواهند مؤمن باشن چون او یعنی چون خود پیغمبر باید به این چیزها ایمان داشته باشد اون چیزهایی که به عنوان مصداق غیب مطرح است و در همین جا ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که درست است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جهات بسیاری با ما انسانهای معمولی و عادی متفاوت است ولی در یک جهت مثل ماست یا ما همانند پیغمبر باید باشیم و یا بفرماید او همانند ماست و اون این است که همگی در نوع ایمان و در سنخی اون چیزی را که باید باور داشته باشیم ما با پیامبر فرق نمی کنیم اینطوری نیست که پیامبر خودش به چیزی ایمان نداشته باشد و ما دعوت می شویم به اون چیز که باید ایمان بیاوریم نه اول خودی او و ایمان دارد به اون امور و سپس کسانی که در پی او میروند و به دین او و به راه او میروند شبیه او و همانند او باید به همان چیزها و به همان مصادق ایمان داشته باشند و یکی از های پیامبران و پیشوایان معصوم همین است که هر آنچه که برای دیگران میگویند که ایمان بیاورید یا بپذیرید اول خودشان به اون ایمان دارن و باور دارن این گونه نیست که چیزی را برای دیگران بخواهند ولی خود به با اون باور نداشته باشد یا اون را عمل نکند و یا بدون معرفت نداشته باشد و اون را قبول نداشته باشد فرق بین رهبران و پیشوایان یعنی دینی و معصوم و الهی و آسمانی با دیگر کسان این است که چه بسا دیگر کسان انسان ها رو و پیروان خودشون رو به چیزی دعوت کنند که به اون ایمان نداشته باشد یا اون رو به نفع و به صلاح خود ندانند آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه چون خود به این ایمان دارد اون را برای دیگران میخواهد و دیگران را به دو بدون سو دعوت میکند بعد میفرماید والمؤمنون کلون هر کسی که بخواهد ایمان داشته باشد و در جرگه مؤمنین قرار داشته باشد باید این گونه باشد ولی مؤمنون کلون یعنی در این وادی کسی استثنا نیست درست. که بخواهد در جرگه مؤمنین باشد ولی این موارد رو قبول نداشته باشد اینجا رنگ نژاد جغرافیا زبان تمایلات شخصی هیچ کدام نمیتواند تاثیر داشته باشد هر کسی که بخواهد ایمان داشت مؤمن شناخته شود باید این گونه باشد به این مسائل باور داشته باشد یک والمؤمنون کل آمن بالله مساق اولی ایمان همان گونه که از شد ایمان به خداوند است اینها تفصیل همون ایمان به غیب است که در اول سوره مبارکه به اجمال بیان شده است آمن بالله دو و ملائکته به ملائکه و فرشتگان خداوند باور دارند و کتبه و رسله یکی به کتابهای آسمانی باور دارن و به رسالت و به رسولان الهی باور دارن هم به رسولان و هم به رسالت اونها که از جانب خداوند مبعوث شدن بنابراین ایمان به خدا ایمان به فرشتگان ایمان به کتابهای آسمانی و ایمان به پیامبران به گونه ای که لا نفرق و بین احد من رسوله عجب. هیچ تفاوتی بین رسولان, بین, بین, بین رسولان الهی قائل نمی شون. در چه تفاوت قائل نمی در این که اینها پیامبر هستند و رسول از جانب خدایند در اصل پیامبری چون سوالی مطرح است که آیا پیامبران همگی ما که در این آیه شریفه می گوییم که ما ایمان داریم به همه پیامبران و فرق بین اونها قائل نیستیم بدین معنا هست که ما فرق بین حضرت پیامبر و حضرت موسی و ایسا و حضرت ابراهیم و حضرت زکریا و حضرت یحیا و همین گونه حضرت لوط و حضرت نوح خایل نیستیم جواب این است که ما در بین پیامبران الهی دو تا مطلب داریم یکی فضیلت داریم یکی رسالت داریم در اصل رسالت همه پیامبران الهی رو ما قبول داریم مشترک که است. مشترک هستند و رسولن در و اصل رسالت به هم فرستاده بودن توحید دعوت کردن بله در هیچ در این جهت هیچ تفاوتی ندارن به همون میزانی که حضرت آدم یا حضرت نوح یا حضرت ابراهیم و همین گونه حضرت موسی و عیسی و حضرت ختم مرتبت رسول است دیگران هم به همون اندازه رسولن همه 124 هزار پیامبری که آمدن همه در این جهت برابرن و مساوی لان و فرق و بین حدیم رسوله ولی در باب فضیلت همان گونه که انسان هایی که مؤمن هستن در اصل مؤمن بودن همه برابرن همه مؤمنن ولی در درجات ایمان با هم برابر نیستن در فضل با هم برابر نیستن هفت درجه باشد درجه ایمان هفتاد درجه باشد یا به تعبیری که حقیر دارم به تعداد انسان ها درجات ایمان وجود دارد یعنی به نمی شود هفت یا هفتاد یا هفتصد یا هفتصد میلیون درجه به تعداد انسان ها درجه وجود دارد درجه ایمانی در بین... به یک درجه از ایمان می ای هر انسانی یک درجه, ایمانی, درجه ایمانی که مخصوصی به خودی اوست ام. این گونه نیست که حتی دو انسان مساوی باشد از نظر درجه ایمانی درست. همان گونه که دو انسان از نظر اثر انگشت که یک امر فیزیکی است و بسیار دارای محدودیت برابر نیست در درجات ایمان هم انسان ها دو نفر با هم برابر نیستند پیامبران همین گونه هستند شاهد بر, بر, بر این بر دیگر مطلب دیگر همین است برخی بله برخی و دیگر فضیلت دارد شاهد بر این مطلب این است که خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 253 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلک رسولو فضلنا بعضهم علی بعض همین هایی که رسولا و در اصل رسالت ما باید ایمان داشته باشیم که همه پیامبران الهی هستن لا نفرقو بین احد منهم ولی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم <متحدث> من کلم من الله و رفع الله بعضی هم درجات که <متحدث> بعضی ها به درجات بالاتر از دیگرات است بله یک سوال مطرح می شود در اینجا فکر می کنم پرسیدنش بسیار ضروری باشد و اون هم در مورد غیب هست که کافران و منکران غیب خب چند روی کرد در این مسئله داشتند کسانی که زندگی مادی دنیا را انتخاب کردند یک روی کرد خب روی کرد انکار هست کفر به معنی انکار که اصلا بگوین وجود ندارد جهان غیبی نیست هر که هست همین چیزهایی است که ما میبینیم و اما روی کرد دیگه که به نظر یک مقدار پیشرفته میاد و زیرکانه تر مطرح کردند این هست که گفتن ما اصلا به عالم غیب کاری نداریم ما اگر بخوایم پیشرفت کنیم اگر بخوایم ترقی پیدا کنیم اگر بخوایم قدرتمند بشیم با همو چیزهایی که میبینیم و سر و کار داریم اگر تجربه بیشتری بیندوزیم خب این برای ما مفیدتر هست نیازی نداریم که ما دنبال اموری باشیم که غیب مربوط میشود و اما یک رویکرد سفومی هم وجود داره جناب استاد که اخیرا خیلی روی این فکر میکنم مانور میدن خیلی تمرکز میکنند و کار میکنند اون روی کرده سوم این هست که غیب را کلا سیاه نشان بدهند و هر چیزی را که از طرف آسمان باشد از طرف ماورای این دنیا باشد او را شیطانی شرور و سیاه نشان بدهند خداوند را خالق شرور مثلا بناوند کسی که با انسانها دشمنی دارد ملائکه خداوند را کسانی معرفی کنند که اینها میخوان انسانها را نابود کنند و حتی پیامبران را خب کسانی میدانند که انسان های عادی هست و این روی کرده سوم فکر میکنم الان خیلی زیاد شده در سینمای هالیوود خیلی زیاد دارن اینو نشان میدن و روی این مانوف میدن که اون طرفداران خودشان را به کلی از عالم غیب جدا کنند و سیاه نمایی کنند در حالی که چقدر زیبا در این آیه شما مصادیق غیب رو بیان کردید و خداوند چقدر زیبا با یک حالت مهربانانه ای بیان میکند که مؤمنین ایمان به خداوند دارند ایمان به پیامبران دارند ایمان به ملائک و فرشته های الهی دارند ایمان به کتب دارند و این کاملا با این روی کردی که ما میبینیم متفاوت هست و در حقیقت جواب اونها رو به خوبی این آیت بیان می کند. بله افزونی بر اونچه که حضرت عالی فرمودید به یک نکته اشاره شود که اومانیزم و یا حسیون این دو تا نقطه های مشترکی دارن یکی از نقطه های مشترک اون همین است که انسان گرایی یکی از جلوه های آن این است که انسان را به عنوان کانون عالم هستی نشان بدهند و ادراکات حسی او را به عنوان واقعیت های عالم هستی و حقایق عالم وجود بپذیرند ولی بیشتر از آن را موهومات و یا خیالاتی فرض بکنن که وجود ندارد و صرفا توهم است و دور از واقعیت و حقیقت اما اون نگاهی را که قرآن کریم به درستی با استفاده از عقل و داشته های خود انسان مطرح می کند تذکر دادن انسان یا به تعبیر دیگر بخش بزرگی از تلاش دین آن است که انسان را از عالم غیب نکسلد و نبرد رابطه ای او را و این انسان را کوچیک نکند اومانیزم در نظر و تصور خود انسان را بزرگ می کند و حال که در حقیقت کوچیک کردن انسان است یعنی انسان را ما چون عرض کردیم که عالم غیب بزرگتر بسیار بسیار وسیعتر تر است این انسان را در این برهود تنها گذاشتن و دست او را از عالم غیب بریدن و قطع کردن مانند یک جسمی است که در هوا معلق رها کند او را که نه نسبت به گذشته خود تفسیر روشنی می تواند ارائه بکند نه نسبت به آینده خود می تواند تصویر روشنی ارائه کند نه نسبت به نجات و سعادت خود و نه نسبت به هلاکت و بدبختی خود تفسیر روشن و قابل قبول نمی تواند ارائه بکند و تلاش های انسان یک تلاش های ابتر و بدون یک پشتوانه و مبنای فلسفی میماند درست و مبنای عقلانی و دو دیگر این که انسان در این جهان خود را یله و رها و معلق می بیند. نه کسی را سوال کننده می داند. نه خود را پاسخگو می داند. نه دلیلی می داند که من چرا بر دیگران ستم نکنم چرا به بهترین وجه ولو و به هر گونه ای که شود از طریق چپاول دیگران تازه حق دیگران چرا چون چی چیزی مرا کنترل کند چی چیزی مرا دلخوش بدارد چی چیزی مرا آرام کند در زندگی آرامش هایی که ما معمولا میبینیم که آرامش های زود گذر است هر چرا که به سوی او می رویم زمانی که نقطه وصل می شود نقطه فراق و نقطه دلزدگی و بازدگی انسان تمام اینها جز در پرتابی اون که انسان به یک عالم دیگری به عالم غیب چه اون عالم غیب که مستاخ روشنش باور به خداوند است الا تطمئن قلوب خداوندی که رحمان است و رحیم است همه چیز را به انسان داده است ناظر بر وجود انسان است هدایتگری او هست. و یا غیبی که ما مصداق اون را بهشت بدانیم یا جهنم بدانیم خب جهنم و بهشت یک غایت و فرجام است که ما در اونجا مرگ نداریم رنج نداریم یا یک سره رنج است یا یک سره خوشبخت. نعمت و فضل است و خوشبختی و سعادت اگر چون این افقی که در وجود در پیش روی انسان وجود نداشته باشد که انسان در اون وجود خالد و همیشگی خود را یا به این گروه تلاش کند ملحق کند یا به دون گروه و اینان هم دست خود انسان است که به کدام گروه تو ملحق می شوی این افق نگاه اگر فرار روی انسان نباشد انسان یک موجود عبس می شود یعنی در نزد خود یک انسانی یک موجود عاطل و باطل و بیهوده تلاش خداوند متعال در قرآن کریم این هست که انسان را با حقایقی که در عالم غیب هست و این حقایق بسیار بسیار زیباتر از این عالم دنیا هست آشنا کند و گویا خداوند متعال میفرماید که حیف است شما خود را در این دنیایی محصور کنید که خب یک سری امکانات محدود وجود دارد حقایقی وجود دارد که شما به اون حقایق غیب اگر ایمان پیدا کنید اونها برای شما لذت بخشتر، شیرینتر و زیباتر خواهد بود. اگر بخوایم مثال بزنیم مثل این که یک کسی گرسنه و تشنه به یک باقی میرسن و میبیند یک مقدار میوه اونجا وجود دارد شروع میکنه به خوردن. کسی که اونجا آشنا هست میاد میگه که شما جلوتر بروید باغهای بهتر و زیباتر و با میوه های شیرینتر و فراوانتر وجود دارد. ولی اینها میگن نه ما همین به همین اندازه اکتفا میکنیم در حقیقت کسی که خود را به دنیا محدود کرده اکتفا کرده است به یک سری امکانات بسیار کم و محدودی و از اون حقایق عالم قیب گویا که هیچ با خبر نیست و مطلع نیست در ادامه فرمایش شما ما شاید اینطور اگر در قرآن کریم مینیگریم که می فرماید انما الحیات دنیا لهو و لعب. این به معنای دشمنی با دنیا نیست چون دنیا را خود خداوند آفریده است ولی میخواهد بگوید که یه انسان اگر تو بخواهی سفر بکنی آیا حاضری با یک گاری سفر بکنی یا با پیشرفته ترین هواپیماهای لوکس سفر بکنی کدا میگیره رو می اگر تو بخواهی خودت را از یک عالم وسیع و بزرگی که من برای تو آماده کردم جدا بکنی مثل اون کسی است که گاری سفر کردن با گاری رو برای خود انتخاب کرده است تا به جایی هواپیماهای لوکسی با سرعتی سیری بسیار بسیار یا اگر تو بخواهی به هوا بپری آیا با یک چتر پارچه‌ای یا پلاستیکی بخوای به هوا چند قدمی رو بالا بروی یا اینکه با این فضاپیماهایی که جدیداً سفر به اونها رسم شده است در کرات یا با اون میخوایی یا چیزایی خیلی پیشرفته از آن ولذا قیاسی این زندگی و داشته های انسان در این زندگی با قیاس آن نسبت به با عالم آخرت شبیه همین مثال است که در دنیا ما خود ما داریم هلو. و اون نگاهی که آفریدگار عالم نسبت به عالم هستی دارد می کوشد که اون نگاه را به انسان بباوراند و او را به سوی یک افق بسیار بسیار وسیع که عالم غیب است با او فرا بخواند و ایمان به عالم غیب افزونی برین که انسان را مهیا می کند که از میان گزینه های مختلف خود را به سمت بهترین گزینه و بهترین مسیر دعوت بکند در خود همین زندگی هم برای انسان رهاورت ها و دستاورد هایی دارد که در بحث نشانه های ایمان و آثار ایمان شاید بدون بحث برسیم بس. ان ولی تمام تلاش در قرآن کریم بر این است که انسان رو بزرگ کند و از این نظر است که من شاید این نکته رو همینجا اگر عرض بکنم بد نباشد که یکی از دایه های بسیار بسیار دهن پرکن اومانیزم و انسان این است که میگوید انسان تو خودت هستی تو باید باشی چرا خود را به چیزهای دیگری وابسته میکنی چرا مقلد هستی چرا متع... معلق به یک موجودی میکنی که وجود نمیبینی کاملا مستقل هستی و خود خودت خدا هستی اون اومانیزم حقیقی را اسلام برای انسان در نظر دارد و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البر و رزقناهم من الطیبات اگر به اگر بهشت است اگر جهنم است اگر نعمت های بی پایان این عالم است و انت اد نعمت الله لا ها همه و همه ما در خدمت انسان است خداوند انسان را کرامت بخش و بزرگی همه و همه در خدمت انسان است بسیار ممنون متشکرم از شما و فرمایشات بسیار عالی که داشتید امیدوارم جناب استاد که همه ما و بینندگان عزیز با ایمان به غیب ایمان مداوم و مستحکم به غیب بسیاری از امور غیبی را برای خودمان به امور شهودی تبدیل کنیم و بتوانیم با چشم دل بسیار از اون امور غیبی را ببینیم یقین پیدا کنیم و مبنای عمل و زندگی خود قرار بدهیم با تشکر از شما جناب استاد گرامی و تشکر از بینندگان عزیز همراه با برنامه امام حسین علیه السلام در کلام زیبا میفرماید ای فرزند آدم یاد کن زمان مرگ خود را و زمانی که در عالم قبر میخوابی و اون زمانی که در روز قیامت در پیشگاه خداوند متعال پروردگارت می ایستی و محاسبه می شوی در حالی که اعضا و جواره تو علیه تو شهادت خواهند داد بسیار ممنون متشکریم از همراهی همه شما بینندگان عزیز و ارجمند با این برنامه امیدوارم که مجموعه تلاش بنده و همکارانم هم برای شما مفید بوده باشد تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در پناه خداوند باشید. خدا یار و نگهدار شما.